همونطور که میدونید گلوله این قاتل تنها یک چهارم اینچ با گرفتن جان من فاصله داشت. خیلی به من گفتن که چه اتفاقی افتاده و من دقیقا به شما میگم و شما دفعه دوم این رو نخواهید شنید از من، برای اینکه واقعا حکایت دردناکیه گفتنش. یک روز زیبای گرم بود در اوایل شامگاه در شهر باتلر در ایالت فوق‌العاده پنسیلوانیا. موسیقی با صدای بلندی نواخته می‌شد و خیلی هم خوب می‌نواختند و من رفتم روی صحنه و جمعیت با شور و شوق منو تشویق می‌کردند و خیلی خوشحال بودم و شروع کردم خیلی با قوت صحبت کردن با شادمانی، چرا که داشتم صحبت می‌کردم درباره شغل خیلی خوبی، کار خیلی خوبی که دولت من درباره مهاجرت و مرز جنوبی ما دستاوردهامون صحبت می‌کردم. من واقعا افتخار می‌کنم به اون دستاورد. پشت من و سمت راست من یک تصویر، یک صفحه نمایش بزرگی بود که داشت وضعیت مرز تحت رهبری من را نشون میداد و اعداد و ارقام فوق‌العاده بودند. و برای اینکه من این نمودار رو ببینم، اینجوری ایستاده بودم، یه ذره برگشتم به سمت راست خودم و آماده بودم که یه ذره بیشتر بچرخم، که البته خیلی با خوش اقبالی چنین نکردم. و بعد یک صدای وز شنیدم و یه چیزی خورد به هم، خیلی به سختی گوش راستم، و به خودم گفتم این چی بود؟ این چی بود؟ فقط میتونه یک گلوله باشه. و بعد دست راستم بردم به سمت گوشم، دستم در خون آغشته به خون شده بود. فوراً فهمیدم که قضیه جدیه، که تحت حمله بودیم و به زمین خودم رو انداختم. گلوله ها همچنان شلیک می شدن و بعد سرویس مخفی خیلی شجاع به صحنه دویدن. اینها ماموران عالی هستند و مخاطرات جدی به جون می‌گیرند و خودشون رو روی من انداختن که از من محافظت کنند. همه جا خون بود و من حس کردم که با وجود این خون در امنیت هستم، چون خداوند سمت منه و خداوند با منه. و این چیز فوق‌العاده اینه که قبل از این شلیک، اگر سرم رو در اون لحظه آخر یه ذره نچرخونده بودم، گلوله این قاتل کاملا به هدف خورده بود و من امشب اینجا نمی بودم. امشب کنار هم نبودیم. و باور نکردنی ترین جنبه این شامگاه وحشتناک، این رو من دیرتر دیدم. کمونطور که میدونید، حتی وقتی یک گلوله شلیک بشه، و البته گلوله‌های زیادی شلیک شدن، معمولاً جمعیت شروع میکنن به دویدن، سراسیمه فرار میکنن، اما در این مورد واقعاً غیر عادی بود که چنین نکردن. این جمعیت عظیم ده‌ها هزار نفری همونجا ایستادن، یک سانتی‌متر حرکت نکردن و من فوری ایستادم. میدونستم که یک تکتیراندازه و بعد بعضی از مردمی که ایستاده بودن که این تکتیرانداز رو پیدا کنن با انگشتشون، فیلمش رو دیدید، به سمت او اشاره کردن. هیچ کسی فرار نکرد. میدونید که اگه فرار میکردن شاید خیلی ها جونشون زیر دست و پا
گرفته میشد، لگد مال میشدن، اما حرکت نکردن. و دلیلش اینه که میدونستن که من وضعیتم وخیمه، من رو دیدن، خون رو دیدند و فکر کردن، بیشترشون فکر کردن که شاید من جونم از دست دادم. دیدن که خب تیر به سرم شلیک شده. و خب این هم یک آمار جالبه. گوش از گوش بیش از هر جای دیگه خون ریزی میشه به هر دلیلی که هست. از دکترها پرسیدم که چرا اینقدر خون از گوش خارج میشه. خب این هم یه چیزی بود که ما یاد گرفتیم. این جمعیت فوق‌العاده نمی‌خواستن منو ترک کنن. می‌دونستن که من وزن وخیمه، ولی این عشقشون رو حس می‌کردی. باور نکردنی هستن این مردم. گلوله بر فراز ما شلیک می‌شد، ولی من احساس آرامش داشتم. بعد دیدم که ماموران سرویس مخفی من رو احاطه کردن. کار خیلی خطرناکی با توجه به گلوله‌هایی که شلیک میشه. با فاصله کم به ما برخورد نکردن. و بعد همه چیز متوقف شد، چون که تکتیراندازای سرویس مخفی از فاصله خیلی بیشتر و فقط با یک فشنگ این قاتل رو از پای در آوردن. من قرار نبود که امشب اینجا باشم. Thank you. ممنون. But I'm not. And I'll tell you. و قرار نبود که من امشب اینجا باشم و امشب در برابر شما ایستادم فقط به واسطه لطف خداوند متعال.